سلام و وقت بخیر به خبرهای این ساعت از خورشید با من امید دولتزی خوش آمدید. برنامه امنیتی سال 1398 که به نام خالد مسمی شده است، دیروز در نشست امنیتی که به رهبری رئیس جمهور غنی برگزار شده بود تصویب شد. برنامه امنیتی خالد به منظور بهبود وضعیت امنیتی سراسر کشور به ویژه شهرها و شاهراها، سرکوب دشمن و شناسایی ساحات زیر تهدید عملی می‌گردد. به گفته مسئولان دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری، در این برنامه امنیتی مسائل مربوط به گرفتن تدابیر امنیتی انتخابات، جلوگیری از تلفات ملکی و تعبیه درست قوا نیز در نظر گرفته شده است. بهبود وضعیت امنیتی سراسر کشور، سرکوب دشمن، شناسایی ساحات زیر تهدید، تدابیر امنیتی برای انتخابات پیشرو و جلوگیری از تلفات ملکی و همچنان تعبیه درست و به جای قوا تطبیق و عملی می‌گردد. رئیس جمهور غنی میگوید حکومت وحدت ملی با امریکا به موافقت رسیده تا درباره هر موضوعی که مردم افغانستان در روند سال تشویش دارند به تفصیل صحبت شود. آقای غنی شامه دیروز در نشست با فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افزود که در برابر اراده مردم افغانستان نباید قضاوت انجام شود و حکومت برزش ها باورمند است و با تعقل با آن رفتار می کند. رئیس جمهور همچنان تصریح کرده است که صلح در حاشیه نیست، بلکه در متن گفتمان ملی ما قرار دارد و صلح بازی با یک کلمه نباشد. ابعاد و انواع آن مد نظر گرفته شود و صلح پایدار موجب ثبات افغانستان می گردد. با باور وی عدول از قانون اساسی نسخه بقا و تامین منافع ملی افغانستان نیست و استحکام ملی نتیجه قانون اساسی ماست. شماره از باشندگان ولایت بادغیس از ادامه جنگ های سنگین میان طالبان و نیروهای دولتی در ولسوالی های جوند و بالامرغا به آن ولایت ابراز نگرانی می کنند. اعضای شورای ولایتی بادغیس نیز تاکید می کنند که طالبان در بادغیس به گونه مبهم تقویت شده و حمله هایشان بر تاسیسات دولتی نیز بیشتر شده است. نزدیک به 250 کیلوگرم چرس از سوی پلیس در مرکز لوگر کشف و به دست آمده است. رحم خدا مخلص فرمانده پلیس لوگر می افزاید. این مواد که در یک موتر دادسنج جاسازی شده بود دیروز در منطقه آلتمور شهر پل علم به دست آمده است. به گفته و انتقال دهندگان این مواد موفق به فرار شدند. قبلا بوده دیگه، ما بعد از این به تمام موطنان خود اطمینان میدیم که ما جلوی از این قاچاقبرا و از این زورگویا و این چیزها رو میگیریم و یار کلش دستگیر و با باجنی قانون میسپاریم. و کار ساخت یک مهمانخانه مجهز برای میدان جهانی کرکت در قندهار دیروز آغاز شد. رئیس کرکت بورد افغانستان میافزاید این ساختمان به هزینه 350 هزار دلار آمریکایی که از سوی حکومت هند پرداخت می شود در 16 ماه اعمار و به بهره برداری سپرده خواهد شد. به گفته وی به زودی در ولایت های قندهار، هلمند و زابل برای بازی های محلی میدان های کرکت ساخته می شود. ده هغه مرسته ده چې د هندوستان د خانه سیو نو د وزارت اقتصاد سره په همکاري د 3,50,000 امریکایي ډالرو په مصارف به دغه ودانۍ جوړیږي چې په دې کې به ټول هغه سهولتونه وي څنګه چې په نورو نړیوالو میدانونو کې. این بود خبرهای این ساعت از خورشید. تا بعد، خدا نگهدار.